قرار نیست معمای ساده ای باشد. کمی شبیه شما و کمی شبیه من است. چه فرق می کند عذرا و لیلی و شیرین، که او حکایت یک روح در هزار تن است. کسی که کار جهان لنگ می زند بی او، فرشته نیست، پری نیست، روح نیست، تن است. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید بانوان محترم، خواهران عزیز. و حقیقتا امروز با دیدن این جمع متراکم و فرزانه و همه دلبسته قرآن، برای من یک روز عید محسوب میشه و این رو یک لطفی از طرف کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به حساب میارم. خدا رو شکر میکنیم که در کشور ما روزی پیش آمد که این مجموعه عظیم از بانوان کشور با انگیزه عمیق و منطقی و عالمانه به دنبال قرآن، فهم قرآن، ترویج قرآن، تحقیق در قرآن باشند و اینجور فضای قرآنی کشور رو رونق بدن. یقینا این یک موهبت بزرگی است از طرف پروردگار برای کشور ما. پیشنهادهایی که بانوان محترم اینجا کردن، پیشنهادها قابل توجه، همه این پیشنهادها انشاءالله اینها رو ما میگیریم، بررسی میشه، مورد توجه قرار میگیره
و اگر مسئولینی هستند که متصدی این کارها هستند به اونها احاله خواهد شد و امیدواریم اون بخشی از این پیشنهادها که عملی است، منطقی است و قابل قبول است انشاءالله اجرایی بشه. دو مطلب من عرض میکنم. یک مطلب اصل این حرکت زنانه بسیار برجسته و پرشکوه در کشور ما و در جمهوری اسلامی است. مطلب دوم هم درباره مسائل مربوط به قرآنه. به نظرم اینجور میرسد که اصل این توجه بانوان کشور ما به قرآن و حضورشون در صحنه قرآن این پدیده ایست که باید به عنوان یک توفیق بزرگ نظام جمهوری اسلامی در مقابل چشم بینندگان و جویندگان و منتقدان و دوستداران و مخالفان قرار بگیره، همه ببینن. اولا خود ورود بانوان در مسائل تحقیقی و علمی که این دیگه مخصوص مباحث قرآنی نیست، بنده نگاه میکنم این مجلاتی رو که در کشور منتشر میشود، مجلات علمی، علمی تحقیقی، علمی ترویجی، مرور میکنم معمولا اینها رو در همه رشته هایی که مجلات ما که حاوی مطالب جدید هستند بر گرد اونها مطلب می نویسند، انسان می بینه شمار نویسندگان زن و پژوهشگران زن یک شمار برجسته قابل توجهی است. در علوم حوزوی، در فقه، در فلسفه، در مسائل دانشگاهی، در علوم انسانی، علوم طبیعی حضور زنان در کشور ما یک حضور بارز و برجسته است. در همه بخش‌های علمی دانشگاه‌ها رو دختران دانشجوی ما پر کردند، محیط‌های علمی رو حضور زنان به شکل شگفت‌آوری واضح و آشکار کرده. این چیست؟ این چه پدیده است؟ این چه حقیقتی است؟ چه ما در کشور این همه عنصر پژوهشگر و محقق و عالم و با سواد و اهل تبلیغ و اهل ترویج داشتیم از زنان؟ این در گذشته تاریخ ما هرگز چنین چیزی وجود نداشته. بله، تک و توکی دانشمندانی از زنان برجستگانی بودند، لکن نه به معنای یک حضور چشمگیر و غالب در همه جامعه. این مخصوص دوران جمهوری اسلامی است، مخصوص دوران جمهوری. این به برکت حاکمیت اسلام در این کشور است که زنان در عرصه حضور علمی اینجور خودشون رو دارن نشان میدن و این برجستگی ها رو پیدا می کنن. این جزء افتخارات نظام جمهوری اسلامی است. اینی که من گاهی گفتم مکرر در جمع های دانشجویی، در جمع های جوان،
که در قضیه زن ما در مقابل ادعاهای غربی ها دفاع نمی کنیم، ما حمله می کنیم. غرب باید از خود دفاع کنه در قضیه زن، نه اسلام. اسلام به زن شخصیت می دهد، برخلاف اونجوری که همیشه در نظام‌های طاغوتی وجود داشته است که با چشم دیگری اصلا به زن نگاه می‌کردن. اسلام نخیر، در اسلام وقتی نمونه برای مؤمن میخوان مشخص بکنن، نمونه زن معین میکنن. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، این نفر اول، و مریم ابنت عمران نفر دوم. نمونه برای للذین آمنو دو زن، نمونه برای للذین کفرو هم دو زن، امرأة نوح و امرأة لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما. یعنی زن را نه فقط محور و عبرت و آینه‌ای برای زنان، بلکه برای کل جامعه قرار میده. خب میشد یک مرد انتخاب بکنن یک زن؟ نه، این در مقابله با اون نگاه انحرافی و غلطی است که نسبت به زنان وجود داشته. این نگاه همیشه هم تحقیر آمیز نبوده، اما همیشه غلط بوده، همیشه به شکل غلطی در نظام‌های طاغوتی به زن نگاه شده. امروز در غرب هم همینجوره. حالا عده‌ای از زنان مثل خیلی از مردان در همین نظام‌های غربی خب شخصیت‌های برجسته و محترم و پاکیزه‌ای ممکنه در بیان، لیکن نگاه عمومی به زن که در فرهنگ غربی نهادینه شده یک نگاه غلطی است، یک نگاه ابزاری است، یک نگاه اهانت‌آمیزه. شما علت این که نباید توی چادر باشید، نباید حجاب داشته باشید، این نیست که شما آزاد باشید از نظر غرب. خب شما دارید میگید من با حجاب هم آزادی دارم. او چیز دیگری مورد نظرشه. زن را برای نوازش چشم مرد، برای بهره‌وری نامشروع مرد میخوان به شکل خاصی در جامعه ظاهر بشه. این بزرگترین اهانت به زنه. حالا ولو با چندین لفاف تعارف آمیز این رو بپوشونن، اسمای دیگه ای روش بگذارن. احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه. من میبینم این در جامعه ما به توفیق الهی، به فضل الهی داره خودش رو کاملا نشان میده. خب این مربوط به اساس کاری که امروز به حمدالله بانوان کشور ما دارن، که خیلی ارزشمنده که در همه عرصه‌های علمی حضور دارن، اونم حضور فعال و تحسین برانگیز، و به خصوص حضور در مجموعه قرآنی و کار قرآنی، که این بسیار چیز با ارزشی است. من گمان نمی کنم
در هیچ نقطه ای از جهان اسلام این کمیت عظیم با این انگیزه و شور در کارهای قرآنی فعال باشن. البته اطلاع دقیق ندارم، بررسی نکردم، اما اونطور که از اطلاعات عمومی انسان میشنوه، لوکانه لبان اگر بود ما میدونستیم، میفهمیدیم. نیست، چنین چیزی گمان نمی کنم من در دنیای اسلام وجود داره. این هنر شماست فقط. این همه خانم های قرآن پژوه در مسائل گوناگون قرآنی، از مسائل صرفاً علمی تا مسائل تبلیغی تا مسائل تربیتی تا کار هنری، این همه خیلی به نظرم با ارزشه. البته اگر اونطوری که پیشنهاد شد حالا بررسی بشه، جوانبش سنجیده بشه، این پیشنهادهای این عرض کنم که مسئله مسابقات بین المللی اگر حالا بررسی بشه ببینیم عملی باشه و اقدام بشه، اون وقت معلوم خواهد شد کار زن ایرانی در زمینه قرآن روشن خواهد شد. و این یک افتخاره هم برای زن ایرانی هم برای جمهوری اسلامی که بتوانه در مسئله قرآن فعالیت این چنین چشمگیری داشته باشه. اما در مسئله قرآن، خب در باب قرآن ما باید اعتراف کنیم که سالهای متمادی جامعه ما با قرآن فاصله گرفت. ما در جمهوری اسلامی داریم این فاصله رو کم میکنیم، عقب موندگی ها رو جبران میکنیم، اما این عقب موندگی خیلی زیاد بوده. در دوران حاکمیت های طاغوت قرآن به صورت رسمی در جامعه حضور نداشت. گوشه کنار کسانی با قرآن ممکن بود آشنا باشن، متدینینی در خانه ها قرآن میخوندن، اما این فقط تلاوت قرآن بود. تدبر در قرآن به خصوص در سطح جامعه و در منظر عموم خیلی کم بود، بسیار کم بود. نتیجه این شده بود که ما مجموعه های روشنفکری ما، مجموعه های دانشگاهی ما به کلی با قرآن فاصله داشتن، یعنی واقعا در بین تحصیل کرده های اون زمان کسی که با قرآن انسی داشته باشد، آشنایی داشته باشد، نه آشنایی خیلی وسیع و عمیق بلکه آشنایی محدود، واقعا به چشم نمیخورد. حالا مگر کسانی سابقه طلبگی داشتن، از دوران طلبگی یک آیاتی حفظ بودن. در کشورهای عربی به خصوص و دیگر کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی وضعیت اینجور نبود، به خاطر شرایطی. انسان الان هم همینجوره، انسان روشنفکرای اونها رو، تحصیل کرده های دانشگاهیشون رو که در مناسب گوناگون دولتی هم هستن، انسان وقتی ملاقات میکنه ببینه اینا از آیات قرآن به صورت تمثیل، به عنوان شاهد، به عنوان مؤید، استدلال در کلمات خودشون استفاده میکنن، چیزی که در بین مجموعه روشنفکران قدیمی ما چنین چیزی وجود نداره. در بین نسل جوان ما چرا؟ این به خاطر همون دور موندن از قرآن بود که ما دور مونده بودیم. حالا در اون کشورها کیفیت تعلیم و تربیت چجور بود، اون یک بحث دیگه است. در کشورهای عربی به خصوص این چیز رایجی بود، الان هم هست. ما از اول انقلاب با این پدیده برخورد می کردیم.
این سیاستمداران و دولتمردان کشورهای عربی که همیشه ما اعتراض داشتیم و داریم و به حق هم بود اعتراض، دوری اینها از مبانی قرآنی رو در عمل، اما در ذهن و زبان، قرآن در ذهن و زبان اینها حضور داشت. همیشه ما تأسف می‌خوردیم که ما چرا اینجوری نیستیم. مثل اینکه حالا اگر من بخوام تشبیه بکنم، افراد با ذوق ایرانی در خلال صحبتشون ممکنه از جملاتی از گلستان سعدی، جملاتی از شعر حافظ، جملاتی از فلان نویسنده معروف بیارن در کلماتشون. اونها از قرآن همینجور استفاده هایی میکردن، اما در کشور ما نبود چنین چیزی. ما فاصله گرفته بودیم از قرآن به خاطر نوع تربیتی که قبل از انقلاب وجود داشت. ما حالا میخواییم این رو جبران بکنیم. این کار زیادی انجام گرفته از اول انقلاب، حقا و انصافا. خب نتیجهش هم داریم مشاهده میکنیم، لکن این آغاز کار است، آغاز راه است. با قرآن باید عجین شد. مفاهیم قرآنی مفاهیمی است برای زندگی، فقط معلومات نیست. گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. بعضی از خانم‌ها هم در اینجا اشاره کردند، گفتند ما باید تلاشمون این باشد که قرآن در زندگی ما تجسم پیدا کند. همونطور که از یکی از زوجات مکرمه پیغمبر اکرم پرسیدن درباره اخلاق پیغمبر، ایشون در جواب گفتن که کان خلقه القرآن، اخلاق او قرآن بود، یعنی قرآن مجسم بود. این باید در جامعه ما تحقق پیدا کنه. خب حالا یک حقیقت بسیار واضحی وجود دارد که به خاطر کثرت وضوح مخفی هم میمانه اغلب. این حقیقت رو هم بگیم، مطرح کنیم. اون حقیقت خود اصل تحقق جمهوری اسلامی است. این تجسد قرآنه. حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، نظام دین مدار، این یکی از بزرگترین اقلام عمل به قرآنه که این رو انقلاب تأمین کرد برای ما. اینو ازش غفلت نکنیم. بله، در داخل این چهارچوب بزرگ جدول‌های زیادی است که باید پر بشه، کارهای زیادی است که باید انجام بگیره، اما کار اصلی، کار اساسی این بود که این نظام به وجود بیاد. ایجاد یک نظام مبتنی بر دین که مسئولان این نظام هویتشون، اهدافشون، خصوصیاتشون، عملکردشون، ارتباطشون با مردم، عملکردشون برای مردم بر اساس دین باشد، بر اساس دستور دینی و دستور اسلامی باشه. این همون بزرگترین قلمی است از اقلام عمل به قرآن، یعنی همون کاری که پیغمبر اکرم در آمدن به مدینه و هجرت به مدینه انجام دادن. تا وقتی جامعه ای نباشد، نظامی نباشد، تمرکز اقتداری نباشد که بتواند سایه بیفکند بر روی همه فعالیت های اجتماعی، کارها ضمانتی نداره. قبل از انقلاب خیرخواهان و ناصحان
معدودی البته بودن، دلشون میسوخ، حرص میخوردن، مردم رو هی نصیحت میکردن، حالا در وسایل ارتباط جمعی عمومی یا محدودتر موعظه میکردن. موعظه بی تأثیر نیست، در دل اثر میکنه اما قابل تحقق عملی نیست. چرا؟ چون نظام نظام غلطی است، چون جهتگیری جامعه یک جهتگیری ضد عدالت، ضد انصاف، ضد مروت، ضد اخلاق. حالا در یک چنین جهتگیری شما هی اصرار کنید کسی رو به اینکه عدالت کن، ترحم کن، انصاف بورز، مگر میشه؟ جهتگیری مهمه. اصل جهتگیری با تشکیل یک نظامه، نظام دارای جهتگیری درست و دین، این کار رو انقلاب انجام داد، این نظام رو به وجود آورد. من این رو بخوام بگم که قرآن پژوهان ما، جوانان پرشور و علاقمند ما، این حقیقت رو از یاد نبرن. این حقیقت خیلی واضح و روشنی است اما غالبا مغفول عن. این خیلی حقیقت مهمی است. خب در این چارچوب اون وقت بایستی وارد سازندگی قرآنی شد و کارهای اساسی را برای اینکه محتواها به معنای حقیقی کلمه قرآنی بشه، رفتار فردی ما، رفتار مدیریتی ما، رفتارهای سازمانی ما، رفتار ما در آموزش پرورش، یعنی دستگاه آموزش و پرورش ما، شامل دانشگاه و پژوهشگاه و حوزه ها و همه جا، رفتار خانواده ما، در درون خانواده ما، رفتارهای سیاسی ما، رفتار بین المللی ما، همه بر اساس اسلام باشه. این کی خواهد شد؟ اون وقتی که ما با مفاهیم قرآن به درستی آشنا باشیم. این همون کاریش که با این حرکت عظیم قرآن پژوهی، چه بخش زنانش چه بخش مردانش، تحقق پیدا خواهد کرد. جهت باید این باشه. در این سمت بایست این پژوهش ها حرکت بکنه. یک نکته مهم در کارهای پژوهشی قرآنی این است که فردی که میخواد در طریق کار قرآن حرکت بکند، دل را برای مواجهه با حقیقت ناب قرآنی آماده کنه، یعنی اون پاکیزگی دل. اگر دل پاکیزه نباشد، آماده پذیرش حق و حقیقت از زبان قرآن نباشه، دلبسته مبانی غیر اسلامی و غیر الهی باشه، با قرآن مواجه بشه، از قرآن استفاده نخواهد کرد. اینی که قرآن میفرماید که یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، خب اضلال به قرآن چرا؟ حالا هدایت به قرآن معلوم، اما اضلال به قرآن چرا؟ این به خاطر این است که فاما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم، اون کسانی که در دلشون مرض هست، وقتی قرآن رو میخونن بر اون پلیدی درونی اونها افزوده خواهد شد. این آیه قرآن یا سوره قرآن پلیدی اونها رو افزایش خواهد داد. این پلیدی چیه؟ این فی قلوبهم مرض، این چه مرضی است؟ این مرض یعنی همون بیماری های اخلاقی. وقتی دچار حسدیم، وقتی دچار بدخواهی هستیم، وقتی دچار حرصیم، وقتی دچار دنیا طلبی هستیم، وقتی شهوات بر ما غلبه دارد، وقتی قدرت طلبی ها بر ما غلبه دارد، وقتی حق خوشی و ندیدن حق، کتمان حق بر روح ما، بر دل ما
غلبه دارد. از قرآن استفاده نمی کنیم، ضد اون چی که باید قرآن به ما بده از قرآن ضد او رو دریافت میکنیم. باید به خدا پناه برد. میبینید گاهی بعضی آیه قرآن رو میخونن برای کوبیدن اسلام، برای کوبیدن جمهوری اسلامی. برای نابود کردن فضائلی که جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار داده است. باید پاکیزه با قرآن مواجه شد تا قرآن، نور قرآن، تذکر قرآنی در دل ما بگیره و بتوانیم انشاءالله از او استفاده کنیم. یه نکته دیگه در مورد پژوهش‌های قرآنی است. در پژوهش‌های قرآنی توجه به کارهای علمی مبنایی و اصولی خیلی لازمه. اینجور نیست که هر کس عربی بلد بود بتوانه از قرآن همه مطالب رو بفهمه و درک بکنه، بتوانه یک پژوهنده قرآنی باشه. نه، اولا انس با خود قرآن لازم است. یعنی پژوهنده قرآنی باید با مجموع قرآن مأنوس باشه. تلاوت قرآن، دوباره خواندن قرآن، سه بار خواندن قرآن، تدبرهای شخصی در قرآن، اینا کمک میکند به این که ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال حقایق میگردیم درباره اون موضوع بتوانیم راه به جایی ببریم. پس خود انس با قرآن لازم است. بعد هم کیفیت استفاده از قرآن. این شیوهی که علمای ما، علمای دین ما، فقهای ما در استفاده از آیات و روایات دارن، این یک شیوه تجربه شده است، یک متد علمی پخته شده و رسیده و کاملا آزموده شده است. اینا رو باید فرا گرفت. نمیخوام بگم هر کس میخواد پژوهش قرآنی کنه بره سالها درس طلبیگی بخونه، این مراد من این نیست. اما پژوهش قرآنی بدون اینکه انسان مقدمات و مبادی فهم قرآن را که از جمله اونها همین آشنایی با زبان، آشنایی با نکات و دقایق زبان، آشنایی با بعضی از مبانی اصول فقه، اینها جزء چیزهای لازمه، اینها رو باید فهمید. و استفاده از روایاتی که در زیر قرآن هست، اینها همه در پژوهش‌های قرآنی مؤثره. یه نکته دیگر هم که عرض بکنیم و نکته آخر باشه، من درباره علوم انسانی یک گلایه‌ای از مجموعه‌های دانشگاهی کردم بارها، یعنی این اواخر هم همین جور. ما علوم انسانیمون بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر یک جهانبینی دیگری است، مبتنی بر یک فهم دیگری است از عالم آفرینش، غالبا مبتنی بر نگاه مادی است. خب این نگاه، نگاه غلطی است، این مبنا مبنای غلطی است. این علوم انسانی رو ما به صورت ترجمه‌ای بدون اینکه هیچ گونه فکر تحقیقی اسلامی رو اجازه بدیم در اون راه پیدا کنه، میاییم تو دانشگاه های خودمون در بخش های مختلف اینها رو تعلیم میدیم، در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی رو در قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخش های مهم پژوهش قرآنی اینه
در زمینه‌های گوناگون توجه کرد به نکات و دقایق قرآن و مبانی علوم انسانی رو در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. یک کار بسیار اساسی و مهمی است. اگر این شد، اون وقت بر پایه او میتوانند متفکرین و پژوهندگان و صاحب نظران و اینها بنشینند در علوم مختلف انسانی، بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیع رو بنا کنند. البته اون وقت میتوانند از پیشرفت‌های دیگران، غربی‌ها و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشتند، از پیشرفت‌های اونها میتوانند استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشه. امیدواریم خداوند متعال به شماها توفیق بده. من از همه خانم‌های محترم، بانوان گرامی که در کار قرآنی فعالند، صمیمانه تشکر میکنم در بخش‌های مختلف کشور و حضور شماها در عرصه کار قرآنی به جامعه زن کشور الهام خواهد داد و زنان کشور ما رو، یعنی نیمی از جمعیت رو، به قرآن انشاءالله متمایل خواهد کرد. و اگر زنها با قرآن مانوس بشوند، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد، چون انسانهای نسل بعد در دامن زن پرورش پیدا میکنه و زن آشنای با قرآن و مانوس با قرآن و متفاهم با مفاهیم قرآن خیلی میتوانه در تربیت فرزند تأثیراتی داشته باشه. و امیدواریم انشاءالله به برکت این حرکت عظیم شماها، فردای جامعه ما به مراتب از امروز قرآنی تر باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.